بیسیلیردری افغانها در خارج از کشور. بخشاینده مهربان، بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، سلام. امید از صحت و سلامت کامل برخوردار بوده زندگی بر وفق مرام و آرزویتان سپری شود. باز هم باید برنامه دیگر از گپ میخیزد. دوشنبه 29 حمل 1401 هجری خورشیدی برابر با 18 ماه اپریل سال 2022 میلادی از گپ میخیزد. اگر کمدی در امارت خودساخته و خودخوانده طالبان آزاد می بود که ناممکن است. کمدین ها در بهشت کاری خود زندگی می کردند، چون اتفاقاتی که در این کشور در جریان است کوهی از مواد برای آنها فراهم می کرد. آنها کافی بود رخدادهای جاری را چنان که هست گزارش کنند و مخاطبشان چاره جز خنده در برابر آنها چیزی دیگری نداشت. البته از نگاه دیگر این رخدادها تراژدی است، چون گروه متحجر سرنوشت یک دولت و یک ملت را به دست گرفتند و همانند گروه دیوانه دارند هر آنچه در خانه است و ایران می کنند بدون آنکه به نتیجه کار خود فکر کنند. مواردی که می آید نمونه های برای نشان دادن شرایط کمدی تراژدی اداره کشور است که تنها با سقوط این رژیم نکبت و فلاکت طالبانی سر و سامان می یابد. این نمونه ها از دروغ ها و بوق های تبلیغاتی این رژیم برگرفته شدند. مهمترین کمدی تراژدی موجود در افغانستان آن است که مقامات برغم نمونه های زیر و ستا مورد مثل آنها هر روز موافقت های خود را که اصلا وجود ندارد برخ مردم میکشند. در حالی که این گروه عوام فریب و مزدور که در چنبره مثلث دروغ، انکار و گریز از واقعیت ها گیر مانده، پیهم با وعده های دروغین، فریب و اخوا همان سیاست های سال های 2001 را تا 2000 مزرد می خواهیم سال های 2001 را دوباره تکرار می کنند و بر مردم تحمیل و عملی می سازند. طالبان در دوره اول کشتار و اعدام های بیشمار صحرایی خیش را در سال 1996 از اسپین بولدک آغاز و تا دروازه های کابل ادامه دادند. تطبیق پالیسی طالبی تحت رهبری و مدیریت مستقیم دستگاه استخبارات پاکستان یعنی ISI شکل داده شد که تعداد زیاد آنها با لاری های پاکستانی وارد قندهار شدند. در همان وقت اوراق تبلیغاتی پخش می کردند که گویا شاه سابق را دوباره در تخت شاهی می نشانند. اما این تسلط بر اولین منطقه در داخل افغانستان برق آویز کردن ها و سربریدن ها آغاز شد. این ملاهای مسئول مدارس پاکستانی در اولین اقداماتشان چهره های صاحب نفوذ قومی را ترور و به مرمی بستند. مکاتب را برای دختران بستند. بزرگترین جنایات جنگی و ضد بشری را در ولایات مخصوصا شمالی افغانستان انجام دادند. سیاست یک گروهی، یک قومی و یک مذهبی را عملی نمودند. فرهنگ و تاریخ اصیل افغانی را با نفوذ زبان اردو و کلدار پاکستانی تحت فشار و به نابودی سوق دادند و بالاخره تقویم تاریخی هجری شمسی را به هجری قمری تبدیل نمودند. آموزش علوم را در حد اقل قرار دادند و زیر نام ثقافت اسلامی
سیاست ضد ترقی و تمدن انسانی کپی شده از مدرسه های پاکستانی را در نهادهای علمی و آموزشی مسلط ساخته، بالاخره آموزش دختران و کار زنان را حرام ساختند تا توانستن مردم را توسط داره جهنمی خشن و انسان ستیز امر بالمعروف و نهی از منکر تحت فشارهای جسمی و روانی قرار دادند. خانواده ها در داخل منازلشان مسئول نبودند و ستا موارد دیگر. حالا این همان طالبان هم که در تمام ابعاد عین سیاست را تکرار و در عمل پیاده می کنند. ولی اتفاقی که حالا در وجود این ملاکراسی قرون استایی دیده می شود با مهارت‌های آموخته شده و دکته شده از پروژه استخبارات آمریکایی و ISI پاکستان دروغ می گویند. انکار و کتمان از ارتکاب جرائمشان می نمایند و فریب و تزویر را پیشه خود ساختند. طالبان با مهارت خاص وقت کمایی می کنند و با سیاست های یک قومی زیر نام شریعت حتی لبان تعداد از روشنفکران ما را دوخته، قلم هایشان را خشکانیده و صداهایشان را خاموش و خفه ساختند. در یک جمله، خشنترین دیکتاتوری مبتنی بر نفرت قومی، زبانی و مذهبی و تعمیل و تحمیل سیاست تبعیضی در برابر مردمان شهری و گروه های دیگر اقلیتی و مذهبی که دارند در قدمی کوچ دادن های اجباری و ایجاد اردوگاه های کار اجباری قرار دارند. طالبان با وضاحت با تمدن، فرهنگ، قانون، روشنگری، اندیشه ملی و ایجاد یک کشور با وحدت ملی گره خورده با اهداف فرهنگی، بازم آینده متساوی حقوق یک کشور کثیر قومی را در برابر خود قرار داده و با آن دست‌ستیزند و با آن کینه‌ورزی میکنند. آیا دلار، لندکروزر، میز و فرنیچر مجلل، قصرهای آباد شده با پول غربی ها و متحدان غربی، وزارتخانه ها و ریاست هایی که حاصل دولتداری مدرن است بیشتر غربی است یا مکتب رفتن، انتقاد از حاکم و اعتراض در برابر حق کشی؟ کسانی که امروز صدای مردم را خاموش کرده و به بهانه مبارزه با فساد نفوذ فرهنگی بیگانه کوچکترین دریچه های آزادی را برای آنان بستهان، خود بر آشکارترین میراث های مالی، دولتی و اداری غرب چنبر زده لذت میبرند. آنان نشانه های پاکی، ظرافت، خوشی و لذت را در مردم به بهانه اصلاح سرکوب میکنند. به تازگی استفاده از نکتایی را در مکاتب و پوانتون ها ممنوع کردند. اما نیروهای این گروه لباس های اردوی ملی را که شیوه یونیفرم های غربی است و با کمک های خارجی و مواد تولید شده در فابریکه های غربی ساخته شده است می پوشند و تفنگ ها و تانک هایشان را تصاحب کردند. تناقض در برخورد طالبان در آنچه برای خود می خواهد و آنچه با مردم تعلق دارد هر روز بیشتر می شود. پس بجاست اگر یک بار دیگر به تعداد از روشنفکران خطاب نماییم، بکی ها، با آنان که چپ اشاره می دهند و طالبی می اندیشند، با آنان که می گویند باید به طالبان وقت داده شود همه چیز تغییر می کند، با آنان که از وحدت ملی خلقهای زحمتکش افغانستان حرف می زدند و حرف می زنند ولی به شکل در برابر برخوردهای تعصب‌آمیز و تک گروهی و تک قومی طالبان لب از لب شور نمی دهند، با آنان که به بهانه و عنوان تجاران قومی و زبان، دلالان معاملگران سیاسی در برابر منافع و حقوق حقه تمام ملت کثیر قومی افغانستان ماهرانه حرف می زنند و حرف می فروشند، با آنان که هنوز در فکر نصیحت های پدرانه به طالبانند و در بخاطر امیدهای کاذب در دنیای کمدی خیش زندگی می نمایند، در حالی که بیشترین یا بهتر بگوییم اکثریت قاطع طالبان تحت حمایت استخبارات پاکستان و در تداوم
پروژه استخبارات امریکا در تشکل مجدد تروریسم القاعده و داعش و همچنان باز کردن میدان مسئول فعالیت‌های گروه‌های تروریستی پاکستانی در داخل افغانستان در پالیسی سازی جنگی و تروریستی مصروفند. طالبان بعد از تسلط بر ارق با مهارت خاص و با شیوه استخباراتی منبعث از استخبارات پاکستانی وعده کردند که در آینده نزدیک شخص مسلح، دلسوز و شخص وطن دوست را در رأس حکومت قرار می دهند. مردم ساده هم باور کردند. گفتند حکومت فراگیر در حال شکل گیری است. مذاکرات با شخصیت ها جریان دارد ولی تعیینات در سطح والی های طالبی، وزارت خانه ها، مهمیت ها و تعداد دیگر کرسی های کلیدی بین مولوی ها، آخون ها، طالب ها و چلی ها آن هم اکثرا از یک گروه قومی و مذهبی را تعیین کردند. گفتند در وزارت خانه ها افراد کارشناس و متخصص به کارهایشان ادامه می دهند ولی در عوض سبکدوشی گروه بر بنیاد سیاست یک گروهی و یک قومی و روپوش همکاری با دشمنان اسلام و در نظر نگرفتن خصوصیت کثیر القومی افغانستان تعیین و تقسیم کادرها عملی گردید. شنیده شد که گویا قانون اساسی سال 1343 زمان اعلی حضرت محمد ظاهر شاه با بعض تعدیلات دوباره موقتا نافذ می شود ولی در عوض هر روز با فرامین و تطبیق فتواهای ملایی هر گونه حقوق مردم را پامال و در عمل سیاست تبعیض و تطبیق سیاست خشن بر علیه زنان، دختران و جوانان تحصیل کرده را و همچنان فعالان مدنی، خبرنگاران تا سطح زندانی کردن ها لتوکوب فاقد احساسی وجدان انسانی با دره و کیبل تطبیق می گردد و همچنان به راه خود ادامه می دهند. تحت عنوان مدافع و حمایت از ناموس مردم همه روزه ناموس مردم مورد تجاوز و اهانت قرار می گیرد. طالبان هینه جستجوی خانه به خانه حتی صندوق های لباس زنان و دختران را که یکه باز نموده می بینند و حتی می خندند. این چنین عمل بدون شک تعرض خلاف اخلاق، شرافت و غیرت افغانی در برابر خانواده و حریم شخصی و خانوادگی تلقی می شود. طالبان اعلام کردند که عفو عمومی بر سراسر کشور قابل تطبیق و تمام نظامیان و کارمندان دولت سابق مسئولند ولی آنها در مناطق مختلف کشور صدها نظامی را حتی در پیش چشم زنان و فرزندانشان تیرباران کردند. حالا دستگاه استخبارات طالبان در اعمالشان مشابهت با دستگاه کام حفیظ الله امین و گشتاپوی آلمان دارند. طالبان اخیراً همه مردم را دلگرم گویا جلسه مهم کابینه در قندهار کرده بودند و اشاره بر تغییرات بزرگ در حکومت دادند ولی محصول این جلسه که 3 روز دوام کرد با موجودیت رئیس استخبارات پاکستان تدویر یافت. پالیسی طالبان سخت گیرانه تر شد. مکاتب دخترانه بسته و تقویم عنوانوی و تاریخی کشور با تقویم عربی مبدل کردید. همان بیرق سرنگ را که همه آن را مایه غرور و هویت خیش میپنداشتند پایین و بیرق سفید میان سیاه طالبی بر فراز شهرها چهره شهرها را غم‌آلودتر ساخت و دهن تعداد از روشنفکران که امید به طالبان بسته بودند را بازم باز و بازتر کرد و حالا خود و فکر واهی و خوشباوری خیش را یک بار دیگر با ارزیابی و بازبینی میدهند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با هم میرویم و یک ویدیو کلیپ را که در رابطه با این تبصره آماده کرده ایم میبینیم. پس از لحظات برمیگردیم، با ما باشید. اینجا در میان این کوها و زمین‌های برهوت غرب افغانستان، جایی که شاید تا همین چندی پیش مزارعی سرسبز و دهقانان خوشحال داشت، حالا اما بلا از چند سو فرود آمده. این روزها مردم این حواری نه تنها با فقر مطلق دست و پنجه نرم می‌کنند، بلکه به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند.
حالا دیگر دغدغه مردم افغانستان فقط جنگ و سلطه حکومت طالبانی یا معاش روزمره نیست. خشکسالی و تغییرات آب و هوایی هم تبدیل به مرگبارترین دشمنشان شده. مردمی که برای رساندن غذا به سفره‌هایشان حاضرند دست به هر کاری بزنند. همونطور که میبینید خشکسالی امسال ما را تحت تاثیر قرار داده. مزارع ما را میبینید نه برای دام و نه برای انسان آبی برای نوشیدن وجود ندارد. دام های ما مردند، بچه های ما هم مردند. مجبور شدیم منطقه را ترک کنیم و آواره بشیم. داستان این روزهای مردم این منطقه داستان فروش دار و ندارشان است. گاهی فروش دام‌هایشان، گاهی فروش زمین و خانه، گاهی ترک تنها آشیانه‌ای که می‌شناسند و کوچ به شهرهای ناشناخته و حتی در مواردی فروش دختران دلبندشان. ما چهار نفر دو تا گرسنه و تشنه هستیم. چندی سال است که شوهرم قادر به کار نیست. او فلج است. من خودم پشم می‌بافم و در عوض 1 کیلو آرد می‌گیرم. ما نه نفت داریم نه گاز، هیچ چیز دیگر هم نداریم. زمستان هم رسید. مشکل کم آبی و تشنگی در این منطقه نه تنها به بدن ساکنان بلکه به پیوند خانوادگی نیز حمله کرده است. بعضی مناطق افغانستان طوری کم آب شده که عده‌ای در راه آوردن آب از مناطق دوردست جان خود را از دست می دهند. شمار مردمی که با خطر گرسنگی مواجهند نسبت به سال گذشته چیزی نزدیک به 37% افزایش یافته. سازمان ملل میگوید خشکسالی در افغانستان احتمالاً تا سال 2030 ادامه خواهد یافت. این سازمان هشدار داده که با به رسمیت نشناختن دولت طالبان از سوی جامعه جهانی و عدم دسترسی به پولهای بلوکه شده افغانستان در آمریکا، مردم این کشور در تنگنای اقتصادی دشوارتری قرار میگیرند. اردوی پاکستان بر بخشای از ولایات خوست و کنر حمله هوایی کرده است. در این حمله تعداد زیادی از افراد ملکی به شمول کودکان کشته و زخمی شدند. هنوز حکومت پاکستان دلیل حمله هوایی مرگبار خیش بر قلمرو افغانستان را اعلام نکرده است، اما احتمالاً حمله در جواب به حملات روزهای اخیر گروه طالبان پاکستانی بالای بعضی از نظامیان پاکستانی صورت گرفته باشد.
حمله بر روستاهایی که مهاجران وزیرستانی زندگی میکنند انجام شده است. اما واقعیت این است که پاکستان فکر میکند رژیم حاکم بر کابل از گروه طالبان پاکستانی حمایت میکند و برای همین با حملات هوایی بر قلمرو افغانستان به رژیم کابل هشدار فرستاده است. این نخستین حمله آشکار پاکستان بر قلمرو افغانستان نیست. پاکستان طی 75 سال عمر خیش توسط گروه‌های نیابتیش حملات زیادی را در خاک افغانستان انجام داده است. رابطه کابل و اسلام آباد طی 75 سال عمر پاکستان همیشه پرتنش و همراه با درگیری‌های لبزی و جنگ‌های نیابتی خونین و مرگبار بوده است. گروه طالبان هنوز گرفتار توهم پیروزی و فتح خود است. این گروه طی 8 ماه حاکمیت خیش با مردم افغانستان و همسایه‌ها در جنگ و درگیری بوده است. آنها آنقدر از نشئه پیروزی و فتح مست هستند که حتی پیش پای خیش را هم دیده نمی توانند. تصور می کنند تنها مردم افغانستان که دیگر ملل جهان هم از آنان تبعیت خواهند کرد. برای همین با بی‌اعتنایی و سر نادانی مطلق هرچه بر زبانشان می آید می گویند و هرچه دلشان می خواهند انجام می دهند. آنها در هفته های اخیر پیروزی خیش به تاجیکستان همسایه خوب و بی‌ضرر افغانستان هشدار فرستادند. حدود 10,000 تن از افراد مسلح طالب به تخار و بدخشان فرستاده شدند تا در صورت لزوم برای جنگ با تاجیکستان از آنها استفاده شود. ملیجه های گروه طالبان با مرزبانان ایرانی نیز درگیر شدند که سپس سخنگویان تهران و رژیم کابل آن را یک سوء تفاهم اعلام کردند. به همین ترتیب افراد طالبان با مرزبانان پاکستانی در تورخم و مرزبانان ترکمنستانی نیز چندین بار درگیر شدند. دلیل همه این تنش‌های لفظی و درگیری‌های مسلحانه آشنا نبودن طالبان با زبان دولتداری و حکومتداری و دیپلماسی است و اینکه هر فرد از گروه طالبان خودش را دولت، حکومت، قانون و قاضی فکر می‌کند و در اقدامات نظامی از ایده‌های خودش تبعیت و پیروی می‌نماید. در حادثه ولایت خوست و کنر در مقام یادآوری دو موضوع مهمتر از بقیه موضوعات است. همانطور که در بالا گفته شد احتمالاً دلیل حمله هوایی به ولایت خوست و کنر که در آنجا مهاجران وزیرستانی زندگی میکنند تلافی یا جبران حملات اخیر در پاکستان بوده باشد. اما ریشه مشکلات و حوادث اینچنینی در پاکستان و افغانستان نبوده و نیست. پاکستان و هیچ کشور دیگری نمیتواند از نگهداری مار برای گزیدن همسایه خیش استفاده کند. طالبان یک گروه بنیادگراست و این گروه با پاکستان هم به چشم کشور اسلامی نگاه نمی کند. طالبان پاکستانی نیز خواستار برقراری امارت اسلامی هستند و برای رسیدن به آن از مسیر می روند که طالبان افغانستان رفتند. مسیری که طالبان افغانستان طی کردند خونین و مرگبار بود. آنان هزاران انسان افغان را تا زمان پیروزیشان به خاک خون کشاندند. گروه طالبان پاکستانی نیز با استفاده از روش‌های چون حملات چریکی، بمب‌گذاری‌ها و حملات انتحاری دولت پاکستان را به مشکل مواجه ساختند که در این بازی خونین نیز قربانی اصلی مردم ملکی پاکستان بودند و خواهند بود. بنابراین پایان حملات انتحاری و یا حملات دیگر برای مردم ملکی و نظامیان پاکستانی با قطع رابطه اردو و حکومت پاکستان با گروه طالبان افغانستان ممکن است. در ایران این مار هفت سر گاه و ناگاه با مردم و اردوی پاکستان نیز نیش خواهد زد. موضوع دوم، رابطه طالبان افغان پس از پیروزی با پاکستان حامی اصلیشان است. طالب نمیتواند عکت و ادای نیروهای مستقل و رهایی بخش را در بیاورد. گروه طالبان افغان مدام در مشت اردوی پاکستان بوده و با عنوان نیروی نیابتی این کشور طی سالها در افغانستان جنگیده است. طی 8 ماه حاکمیت طالبان دولت پاکستان به اندازه وزیر خارجه طالبان برای این گروه لابیگری کرده است تا دولت‌های قانونی جهان آن را به رسمیت بشناسند. اسلام آباد در زمینه دولتداری و حکومتداری و برقراری رابطه با مردم نیز برای طالبان مشوره می دهد و کمک‌های را نیز فراهم آورده است.
پاکستان با پاس این همه لابیگری و تبلیغات مجانی و کمک از گروه طالبان تقاضا و انتظار تبعیت از اسلام آباد را دارد. بنابراین طالبان ممکن است در مقابل مطبوعات به خاطر کنترل اذهان عامه در افغانستان عکس العمل کلامی داشته باشد، اما از لحاظ سیاسی اقتصادی و نظامی قادر نیست بر پاکستان و یا کشور دیگر فشار وارد کند. عکس العمل سخنگویان این گروه به این حمله همچون توف سربالا میماند. طالب نیروی برای دیپلماسی و در کل برای دولتداری و حکومتداری مدرن نیست. برای همین به اتفاقات و رویدادهای پیرامونی خود با خشم و خشونت جواب میدهد که همیشه زیانش را خودی ها دیدند. دوستان ارجمند، همتاران گرامی، بازم میریم یک ویدیو کلیپ را که در رابطه با این تبصره آماده شده است یک جا میبینیم تا دقایق دیگر برمیگردیم. با ما باشید. طوری که در گزارش نیز پیشتر نشر شد، پس از حملات هوایی پاکستان بر مناطق در خست و کنر، وزارت خارجه حکومت طالبان منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در توییتر نوشت که امارت اسلامی از جانب پاکستانی خواسته است که حوصله افغانها را در این خصوص آزمایش نکند و در عین زمان اشتباه را تکرار نکند و در غیر آن عواقب بدی در پی خواهد داشت. او در این توییت نوشته بود که مشکلات بین دو کشور باید از راه‌های سیاسی حل و فصل شود. برای بررسی این انکشاف و تحلیل این رویداد با آقای احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر سیاسی صحبت می‌کنیم که از طریق اسکایپ در برنامه حضور دارند. سلام آقای سعیدی، خوش آمدید. این حمله طالبان در حالی که هنوز این کشور با بحران سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنه، با چی معنی است؟ آیا پاکستان واقعاً تهدید در این مناطق خصوص کنر متوجه خود می‌دانه یا خیر؟ اجازه بدید کمی که عقب برگردیم. تاریخی طالبان پاکستانی و تی تی پی عبارت از هفت شاخه ای که عمدترین گروه از او جمعیت الاحرار تحت رهبری عمر خراسانی که به داعش نزدیک است. گروه دیگه ای انصارالایوب است که تحت رهبری طرفداران حافظ گلبهادر و گروه دیگه ایش تحت رهبری نورولی، مفتی نورولی است که عملا در افغانستان حضور دارد. علت این حمله چی است؟ در گذشته تحت بخاطر میاندیگری یا بخاطر وساطت سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخله سه مرتبه طالبان پاکستانی با مقامات پاکستانی نشست داشتند و طالبان پاکستانی تقاضا کردند که ما تشخیص بکنیم مشروط بر این که در زمان حکومت عمران خان مشروط بر این که تمام محبوسین طالبان پاکستان آزاد شود و در پاکستان شریعت نافذ شود. حکومت عمران خان مجبوریت هایی که داشت ظاهرا قبول کرد و گفت آسته آسته ما این را عملی میکنیم، اما با روی کار آمدنی حکومت شهباز شریف بدون قید شرط با عجله نظامی های پاکستان و حکومت نواز شریف گفتن که ما شرط طالبان را قبول نداریم، در هر جایی که باشند ما اون را سرکوب میکنیم، میزنیم و از بین میبریم. و مقامات پاکستانی باید نقل از افتخار سخنگوی اردوی پاکستان رو نبل از استخبارات پاکستان اونا میگویند که طالبان پاکستانی توسط سلام و معلوماتی که از افغانستان مورد بوده تجهیز شدن خیلی قوی شدن و از طرف دیگر شورشیانی که چی از حزب اسلامی ازبکستان بوده، چی از تاجیکستان، چی از کشورهای عربی به شمول یک تعداد از گروههای القاعده و داعش قبلا با طالبان افغانستان هم کاری داشتند، اونا هم حال در حدود 8000 در صفوف طالبان پاکستان ما مجبور هستیم که انتقام بگیریم. آقای سعیدی، سخنگوی طالبان در توییت خود نوشته که پاکستان این اشتباه را تکرار نکنه وگرنه عواقب بدی در پی خواهد داشت. این لحن تهدیدآمیز علیه پاکستان حساب میشه و پاکستان این لحن طالبان را به نظر شما چگونه پاسخ خواهد داد؟ میتونیم یک تبلیغ سیاسی و یک استرا یک حرفی میانتهی بگیم برای که پاکستان عملا در حریم افغانستان تجاوز کرده، 41 نفر کشته، 63 نفر زخمی کرده، در کلان هم کشته، 230 میمون هم بمباردمان کرد. امروز قاطای پیش در انگور علی پکتیکا هم نیز بمباردمان کرده. از دست طالبان چی میاد؟ چی کرده میکنه؟ پاکستان رو بمباردمان میکنه، انتخاب 41 نفر کشته رو میگیره. و یک گفت از گفته ها رو خوب کنه که میگه برم گفته اگه میرون نمیگفت چی میکنه.
آیا این حملات بمباری بر دو ولایت افغانستان نتیجه بحران سیاسی اخیر در پاکستان هست و فکر میکنین این نوع حملات در ماها و هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت اگر اوضاع به همین منوال باشد؟ ببینین یک بحث سیاسی است. بحث سیاسی به این معناست که شهباز شریف و عربستان سعودی شرکت‌های را نزدیک از شهباز شریف می‌خواهد سیاست‌های آمریکا محور در پاکستان تطبیق کنه، نه سیاست‌های عمران‌خانی که ضد آمریکا بود. برای شما دو ولایت نگوید، در خوست، در کنر، در نورستان، در پکتیکا و دو روز گذشته در نیمروز هم بمباردمان شد. بنابراین پاکستان به عقیده است که ما با تمام قوت مخالفی کنه سرکوب میکنیم. ما افغانستان نیستیم که مغشی نشان یرا کنیم این کار نکنیم. یعنی در شما در قضای افغانستان هم فکر نکنیم که عمق افغانستان در یک عمق باران میره. دستای نیروهای قوتهای در داخل خارج وجود داره که کاره باید با پاکستان بجنگه، با ایران بجنگه، با حسین میاره بجنگه، بالاخره تا تعیین سرنوشت کنه. یعنی سرنوشتش با این سرنوشت چی باید نوشت؟ بینندگان ارجمند، در این بخش برنامه از گپ گپ میخیزه باز هم مکس داریم بر اوضاع و احوال پاکستان. شهباز شریف صدر اعظم منتخب پاکستان در وضعیت بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، در این بخش برنامه از گپ گپ میخیزه مقصد داری بر اوضاع و احوال پاکستان. شهباز شریف صدر اعظم منتخب پاکستان در وضعیت مسئولیت دولت را به عهده گرفت که اوضاع در این کشور به شدت به هم ریخته است. رأی عدم اعتماد پارلمان به عمران خان که در نوع خود نخستین رأی عدم اعتماد پارلمان به یک صدر اعظم در این کشور است، باعث افزایش بیشتر بی‌اعتمادی بین مردم شده است. تحلیلگران امور پاکستان نگرانند که در انتخابات بعدی پارلمان که در اکتبر سال 2023 برگزار می شود، این بی‌اعتمادی باعث مشکل دیگر داخلی در پاکستان بروز کند. با این حال شهباز شریف بیشتر از این که نگران انتخابات آینده باشد، نگران یک سال و چند ماه حکومت است که باید در این مدت اوضاع نابسامان به پیش ببرد. پاکستان در حال مدیریت بحرانی خطیر پس از زلزله سیاسی هفته اخیر. مجلس ملی پاکستان با 174 رأی نخست وزیر جدیدی انتخاب کرد، شهباز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ. همان مجلسی که هفته گذشته با همان 174 رأی عمران خان را با رأی عدم اعتماد از نخست وزیری برکنار کرده بود. به دنبال برکناری او، ده ها هزار نفر از شهروندان پاکستان با برگزاری تظاهرات در چندین شهر از جمله کراچی و اسلام آباد پایتخت این کشور خواستار بازگشت دوباره او به قدرت شدند. کارنامه عمران خان قابل تحسینه. قبول دارم که کشور رو دچار تورم کرد، اما در عوض به ما عزت نفس داد که جلوی هیچ قدرتی زانو نزنیم و فقط تسلیم خدا باشیم. عمران خان برای وخیم شدن وضعیت اقتصادی کشور زیر انتقاد دیگر احزاب دولت ائتلافی خود قرار داشت، هرچند خود او برکناریش را توطئه‌ای با هدایت آمریکا می‌داند. اگر عمران خان تیم بهتری انتخاب کرده بود، این طور تغییر نمی‌شد و پاکستان هم شکوفا می‌شد. این سیستم حکومتداری در 67 سال گذشته همینطوری بوده. هر کی به قدرت میرسه کشور رو قبضه می‌کنه و ملت رو هم گرفتار. لازم به ذکر است که ناملایمات شدید در صحنه سیاست پاکستان به طور خاص حول موضوع پست نخست وزیری امر تازه‌ای نیست. شاهد این مدعا آن است که تاکنون هیچ نخست وزیری در پاکستان دوره 5 ساله اش را به پایان نرسانده. خواه به دلیل ترور، خواه به دلیل کودتا و برکناری توسط ارتش پاکستان. اما آنچه برکناری عمران خان از نخست وزیری را متمایز می‌کند، این است که او اولین نخست وزیر پاکستان بود که با رأی عدم اعتماد پارلمان از نخست وزیری برکنار شد. شهباز شریف نخست وزیر جدید برادر نواز شریف است که خودش سه بار نخست وزیر پاکستان بوده. او که گفته می شود با ارتش قدرتمند این کشور رابطه دوستانه دارد، وعده داده که پاکستان شاهد طلوعی جدید خواهد بود. هرچند به باور برخی تحلیلگران در پاکستان، دولت جدید با چالش‌های جدی در داخل مواجه است.
دولت جدید در حوزه داخلی حداقل با سه چالش مواجه خواهد بود که مهمترینش مشروعیته. نخست وزیر جدید همین الانش هم کلی حرف و جنجال پشت سرش هست. دلیلی که مردم درباره مشروعیت دولت سوال دارن اینه که کل پروسه انتقال قدرت با توجه به گروکشی‌های داخلی مخدوش شده. به همین خاطر چالش اول دولت اینه که نشون بده مشروعیت داره. همچنین حوزه سیاست خارجی نیز چالش دیگری است بر سر راه این دولت. دولت جدید قطعاً مایل به داشتن رابطه خوب با غربه، اما با توجه به روایتی که عمران خان جا انداخته الان خشم زیادی بین مردم در کف خیابان‌ها وجود داره. بنابراین بازسازی اون روابط چالش بعدی دولته. در این حال اونها باید با مهارت یک بندباز رابطشون رو با چین و روسیه هم تنظیم کنن، خصوصاً با روسیه، چون که پاکستان تحت نخست وزیری عمران خان اخیراً در تلاش برای به دست آوردن دل مسکو بود. بنابراین اگه الان پاکستان یک پا پس بکشه، باید با عواقبش هم مواجه بشه. به همین خاطر وعده طلوعی جدیدی در پاکستان، آنطور که شهباز شریف گفته، امریست که حداقل در کوتاه مدت هیچ نشانه ای از آن قابل مشاهده نخواهد بود. وضعیت اقتصادی پاکستان به دلیل اصلاحاتی که عمران خان انجام داده است بدتر شده است. تورم حتی ما به ما در حال افزایش است، در حالی که نرخ تورم در ماه فوریه در پاکستان 12.2 رسیده بود، این نرخ در ماه مارس به 12.7 رسید و این روند همچنان در حال افزایش است. به طور کلی تورم از دو سال پیش به این سو در پاکستان در حال افزایش بوده است. شهباز شریف باید در قدم اول فکری به حال وضعیت اقتصادی پاکستان بکند. حداقل اگر نمیتواند جلو رشد تورم در این کشور را بگیرد، آن را به حالت ثبات برگرداند. اولین قدم شهباز شریف لغو انحلال سازمان ملی حسابرسی پاکستان بود که گویا به تحریک عمران خان در پی افشای دوسیه‌های فساد اعضای حزب مردم و حزب مسلم لیگ شاخه نواز بوده است. زمانی که عمران خان در 2018 سوگند صدارت را خورد، سازمان ملی حسابرسی را به جان اعضای NAB، حزب مردم و حزب مسلم لیگ شاخه نواز انداخت. رهبران این احزاب هم عمران خان را متهم کردند که از اختیارات صدارت در جهت مقاصد شخصی خود و انتقامگیری از NAB استفاده می کند. دولت عمران اختیار برکناری رئیس این سازمان را نیز از شورای قضایی پاکستان گرفت و به رئیس جمهور داد که خود یکی از اعضای تحریک انصاف پاکستان بود. احتمالاً شهباز شریف برای انتقامگیری دوسیه‌های مالی حزب تحریک انصاف را به مراجع قضایی ارجاع خواهد کرد. از مزیت‌های شهباز شریف این است که او سال‌های زیادی با عنوان مدیر اقتصادی فعالیت کرده است تا سیاستمدار. به همین دلیل خوشبینی‌ها برای تغییر وضعیت اقتصادی پاکستان با دولت شهباز شریف بیشتر شده است. اما تنها وضعیت اقتصادی پاکستان مشکل عمده پیش روی شهباز شریف نیست. یکی از مشکلات دیگر رو در روی شهباز شریف با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان است که از اعضای حزب تحریک انصاف عمران خان است. مسلماً علوی چوب لای چرخ شهباز شریف خواهد گذاشت، به خصوص جایی که شریف بخواهد علیه عمران خان توطئه کند. قطعاً با عکس‌العمل رئیس جمهور روبرو خواهد شد. به همین دلیل به نظر می رسد شریف در تلاش است تا علوی را نیز وادار به استعفا بسازد. گویا علوی نیز متوجه این مسئله شده و از همین حالا بیماری را بهانه کرده است. علوی چند روز پیش در توییت از بیماریش خبر داد و نوشت که دکتر برای او تجویز کرده است تا چند روز را به استراحت بپردازد. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا نیز با بازنشر توییت رئیس جمهور پاکستان از او خواست تا برای بهتر شدن وضعیتش استعفا کند. مشکل دیگر پیش روی شهباز شریف قوای مسلح پاکستان است. با اینکه اوضاع در روزهای گذشته در این کشور به هم ریخته، اما اردو همچنان با قدرت کنترل کامل وضعیت را در اختیار دارد. گفته می شود
تغییر تصمیم رئیس جمهور پاکستان به انحلال پارلمان از طریق استر محکمه پاکستان با تحریک و اعمال نفوذ اردو صورت گرفته است. هرچند اردوی سابقه با خانواده شهباز شریف روابط خوبی نداشت، اما شهباز شریف نسبت به برادرش با قوای مسلح یا اردو رابطه بهتر دارد و این رابطه می تواند برای شریف حاشیه امتر فراهم کند. با این حال خانواده شریف با نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز رابطه بسیار حسنه و خوب دارد. نواز شریف در 2014 در مراسم تعلیف مودی شرکت کرد و مودی نیز سال بعد برای مراسم عروسی نواسه نواز شریف به لاهور آمد. اردو به شکل گیری مناسبات سیاسی با هندوستان بسیار حساس است و از اینجا که خانواده شریف با دولت فعلی هند رابطه خوبی دارد، این می تواند برای شریف یک دلیل خوب باشد که از آن در آینده استفاده کند. با این حال این گونه روابط در مناسبات سیاسی یعنی یک بحث سیاسی نیست. باید دید که شهباز در این یک سال و نیم باقی مانده از دولتش چی سیاستی را در قبال هند اتخاذ خواهد کرد. البته شهباز با چین هم روابط بسیار نزدیک دارد و این رابطه می تواند او را برای حمایت چین از برنامه‌های اقتصادیش مطمئن کند. با تمام این اوضاع شهباز شریف هنوز مهره‌های حکومت خود را نچیده است. او باید با هم ائتلافی‌هایش حزب مردم در این رابطه گفتگو کند و دیدگاه آن را نیز در برنامه‌های آینده‌اش در نظر داشته باشد. روزهای آینده برای پاکستان روزهای پر التهابی خواهد بود، بیشتر از همه به این دلیل که آیا دولت جدید میتواند اطمینان دوباره امریکا را به سوی خود جلب کند یا خیر. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا شهباز شریف را تبریک گفت و افزود که پاکستان و امریکا دوستی 75 ساله دارند و شرکای کلیدی همدیگر بودند. این در حال است که عمران خان امریکا را به توطئه در جهت تغییر رژیم و برکناریش متهم کرده و مدعی شده که واشنگتن استقلال و حاکمیت ملی پاکستان را نقض کرده است. حکومت جدید پاکستان نیز گفته ما می خواهیم رابطه با ایالات متحده را بر مبنای اصول برابری و منافع متقابل ادامه دهیم. جین ساکی سخنگوی قصر سفید نیز گفته است ما از حمایت طولانی مدت پاکستان قدردانی کرده و خرسند بوده ایم و جمهوری پاکستان برای منافع ایالات متحده امریکا نهایت با اهمیت است. این در حال است که بعضی تحلیلگران پاکستانی معتقدند که روابط میان ایالات متحده و پاکستان در زمان دولت عمران خان خوب نبود و تشدید تنش‌های اخیر به ویژه پس از سفر عمران خان به روسیه در آستانه جنگ اوکراین، در حالی که اردوی پاکستان مخالفین جنگ بودند، منجر به تلاش برای برکناری او و تشکیل دولت جدید در پاکستان شده است. روسیه نیز اعلام کرده که سفر عمران خان به مسکو خشم واشنگتن را برانگیخته و در نهایت به برکناری صدر اعظم پاکستان منجر شده است. اگر ادعاهای عمران خان و روسیه درست باشد، با انتخاب شهباز شریف امریکا برنده این نبرد شده و حالا یک حکومت امریکایی یا حکومت دست نشانده امریکا در اسلام آباد روی کار آمده است. به این ترتیب در کنار اردو و اسای پاکستان حکومت غیر نظامی اسلام آباد هم تحت تسلط واشنگتن قرار گرفته و بر بنیاد ادعای عمران خان استقلال آن کشور نقض شده و پاکستانی ها بردگی امریکا را باز هم پذیرفتند. معنای دیگر این رویداد آن است که نقش روسیه در معادلات پاکستان به شدت ضعیف شده و تا روابط سنتی پاکستان با چین نیز کمرنگتر خواهد شد آنچه که در دوران عمران خان بود. این در حالی است که طالبان در افغانستان در دوره عمران خان به قدرت سیاسی دست یافتند و دولت تشکیل دادند. سران طالبان تحت تاثیر سیاست‌های دولت اسلام آباد روابط خوب با روسیه و چین را گسترش دادند و شکست آمریکا را با عنوان رویداد استقلال افغانستان از استعمار نو جشن گرفتند.
روسیه و چین نیز در کنار پاکستان از نخستین کشورهایی هستند که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و به این ترتیب مشروعیت خارجی دولت کنونی آنها در کابل را به طور تلویحی به رسمیت شناختند. با این همه وضعیت در پاکستان از بنیاد تغییر کرده است. دولتی که از شکست آمریکا، سقوط دولت دست نشانده واشنگتن و پیروزی طالبان در افغانستان خوشنود بود، با روسیه و چین روابط سیاسی داشت و نگرانی کاهش تنش در روابط اسلام آباد و واشنگتن را نداشت. در نتیجه یک توطئه پیچیده با حمایت آمریکا و چراغ سبز اردوی پاکستان، عمران خان سرنگون شد و دولت روی کار آمد که از همان آغاز بهبود رابطه با آمریکا را در دستور کار خود قرار داده است. اگرچه انتظار نمی رود که در روابط سلطه جویانه اسلام آباد در قبال افغانستان تغییری به وجود بیاید و سایه سلطه و قیمومیت اسلام آباد بر رژیم کابل برچیده شود، زیرا این سیاست توسط اردو و ISI مدیریت می شود، نه دولت غیر نظامی اسلام آباد. اما روی کار آمدن شهباز شریف را به فال نیک می گیریم، زیرا هرچند شهباز شریف خود را صدر اعظم یک حکومت مستقل می خواند، اما در این جای شک و شبه نیست که مجبور است که آقای شریف از اوامر و دساتیر واشنگتن حمایت کند. طالبان در عکس‌العمل به بحران سیاسی پاکستان گفتند هر دولت که در اسلام آباد روی کار بیاید تأثیری بر روابط آنها نخواهد داشت، زیرا به تعبیر آنها این رابطه میان دو دولت است نه میان دو حزب. اما واقعیت این است که جناح آمریکایی مسلط بر دولت غیر نظامی اسلام آباد میتواند سیاست خارجی طالبان در قبال روسیه و چین را نیز کنترل کند و آن را طبق میل و اراده واشنگتن سامان دهد. این از آن حیث اهمیت دارد که آمریکایی ها پس از خروج شرم‌آورشان از افغانستان همواره نگران نفوذ روسیه، چین و ایران بر طالبان بودند. بنابراین کاملا بدیهی است که مورهای دست نشانده خود را در دولت جدید اسلام آباد نصب خواهد کرد که میان طالبان و روسیه و چین و ایران فاصله ایجاد کند و کابل را به پذیرش سلطه ضمنی و غیر رسمی واشنگتن وادار سازد. در این میان افزون بر اراده طالبان برای حفظ استقلال در سیاست خارجیشان در قبال پاکستان و امریکا، نقش آفرینی روسیه، چین و ایران هم در مهار اثرات منفی نفوذ آمریکایی ها از طریق دولت دست نشانده خود در اسلام آباد بر سیاست خارجی طالبان در قبال این کشورها اهمیت زیادی دارد. اگر طالبان برای حفظ روابط خود با روسیه و چین تنش با دولت آمریکایی اسلام آباد را احتمالی که بسیار بعید است بپذیرند و ضعیف به نظر می رسد، در پی بحران سیاسی اخیر در پاکستان مخصوصا باید منتظر وقوع بحران مشابه در افغانستان نیز باشیم، چه از طریق جنگ قدرت میان چین و طالبان، مخصوصا طالبان روسی، طالبان ایرانی با طالبان آمریکایی، و چه از مسیر تجهیز نیروهای قومی ضد طالبان توسط ایالات متحده در جهت ایجاد بحران و ناامنی و جنگ علیه طالبان در افغانستان. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، در اینجا میرسیم به پایان برنامه از گپ گپ میخیزه امشب. از حوصله مندیتان یک جهان امتنان میکنم و در پایان برنامه امشب ما شاید از موضوع خارج باشم، یک آهنگ بسیار جالب براتون به نشر میرسونم. این آهنگ با آواز یک آوازخوان فکر میکنم 6 ساله افغان است به نام جنت احمدی. شما این ویدیو رو ببینید و بعدا قضاوت کنید که واقعا افغان‌ها از استعداد سرشار برخوردار هستند. تا یک روز دیگر، ساعت دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خدا می‌سپارم. Rosa, yeah, we juggin', man. If you ain't juggin', you bullshit. I say you my girl, I see the way you shine. Take my hand right there and look me more in my